دوستان عزیزم به کانال ATS کار خوش اومدید. امروز میخوام در مورد خودروی S580E براتون صحبت کنم. فرماتیکه، بعد حالا کدش هم که به اسم لانگ هستش. بعد این خودروی هیبریده، قیمت پایش در حدود 130,000 یورو که الان قیمت این خودروی که اینجا هست در حدود 192,000 تا. دلیلشون هم بهتون جلوتر میگم، چون که به حال یه سری پکیجایی دارن که برای آپشناش هست، حالت به حال لوکس ترش میکنه، چه قسمت داخلش چه قسمت بیرون. میتونیم با هم اطلاعاتش رو ببینیم، جلوتر بهتون نشون میدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. اینچی IMG توی این مدل استفاده شده که نزدیک 2000 یورو مبلغ بیشتر باید پرداخت کنید در این موضوع. خب یکی از هیجان ترین بخش های این خود رو چراغای جلوش هستن که به اصطلاح دیجیتال لایت که از سیستم پروژکتور استفاده میشه. برای این آپشن نزدیک 2200 یورو شما باید مبلغ بیشتر پرداخت کنید که میتونید با اکتیو کردن و فعال کردن این بخش یک سری اخطارهایی رو در مسیری که دارین رانندگی میکنین که روی جاده الان توی این قسمت که دارین نگاه میکنین یک فردی توی تاریکی تو قسمت جلو هست، اون با طور خودکار روی سطح جاده با پروژکتور یک سری اخطارهایی رو به شما نمایان میکنه، اونم بر اساس باید مسیری که دارین رانندگی میکنین. مثلا توی این قسمتی که دارین میبینین که خودرو داره توی مسیری رو میره که ممنوع ورود هستش، ولی خب سیستم به طریق خودکار تمام علائم رانندگی که داره میخونه و تشخیص میده و یک سری علائمی رو روی جاده برای شما در نظر میگیره و تکنولوژی خیلی بالایی در این پروژه استفاده شده. و همینطوری که میتونید ببینید توی این قسمت ها توی آلمان معمولا یه سری قسمت هایی هستش که در حال ساخت هستش و همونطوری که دیدین یک پروژکتور از علائمی که توی اون مسیر بود. و یه مورد دیگه هم هست که توی اینجا دارین شما میبینین، این که این بخش از سپر جانوم شما یه سری پنل های مشکی رنگی میبینین که پشت اون به حال لیزر ها دوربین ها و تمام سیستم های کنترلی ماشین قرار میگیره. اینجا یه نمونه طریقه باز کردن در ماشین تو دست ماشین های لیموزینه، ولی خب به حالت هیبرید هست، یعنی ترکیبی موتور و انجین بنزینی و الکتریکی که با هر بار شارژ نزدیک فقط چه قسمت الکتریکیش نزدیک به 100 کیلومتر میتونی مسافت رو باش طی کنی. ولی تنها مشکلی حالا هست که میتونی بحث سرعتش هست که توی قسمت الکتریکش شما از 140 کیلومتر نمیتونین بیشتر سرعت برین، بعد سویچ کنین تو حالت قسمت انجین و موتورش و تو دو تا دسته هستش که میتونه از بغل بعدم بهتون نشون میدم که یه قسمت داره که حالت لیموزینش که ذره بلندتره تعداد محورهای جلو عقبش، یا قسمتش هم هست که یه مقدار کوتاه‌تر هستش.
اوکی. الان مدل S400 دی رو می‌بینیم. همینطور می‌بینین که میتونه قسمت داخلیشو ببین بیتشاون اینن. اون که میتونه خیلی راحت حالت لیموزین داره. میتونید حالا پاتون دراز کنید و بسته از چیزای بیزینسش هستش. بعد همینطور حالا قسمت جلوش هم میتونیم با هم ببینیم که این قسمت هست که استری اصطلاحات حالا این پنل تاچ جدیدش که اومده تو اکثر مدل های جدیدشون استفاده میکنن که کاملا اطلاعات جدیدی که لازم داشته باشه. قسمت اینتریورش هست. خب بریم داخل قسمت فضای داخلش هم با هم ببینیم. میتونید اینجا فضای داره که راحت میتونید برای استراحت هست. حالا با اینکه منم قدقوارم بلنده ولی کلا فضای خیلی خوبی راحت هست که برای سفرهایی که دارین که میتونید حالت استفاده کنید که کلن صندلی جلو کاملا میادش جلو و یه سری حالا آپشن های داره. قسمت مانیتورش هست، سیستم خنک کننده و کولینگش هستش. اند بعد که تمام اطلاعاتش رو میتونید داشته باشین. اینجا هم داخل میتونیم با هم فضای داخلش رو با هم ببینید که جا هم خیلی راحت میتونید لم بدین. یه سری امکانات و اینا داره. قسمت چرم داخلش هسته. بعد قسمت هم سیستم کولینگش هست که میتونین قسمت تهویه. این قسمت هم دیزاین جدید صندلی هست که با قسمت لایتینگش رو حتی اینجا میتونین ببینید که اینجا به حال اطلاعاتی که میخواین رو میتونین وارد کنین. خب اینجا میخوام یه سری اطلاعاتی بدم در مورد اینکه کنترل کردن صندلی ها که میتونید خیلی راحت حتی دستگیره های درش رو کنن دستگیره های درش هم که میتونید تو تمام مسیر خیلی راحت داشته باشین. اینجا هم یه دیزاین خیلی خاصش از ترکیب رنگ بندی و دوخت و دیزاین و اینجا هم که برای بازوبسته کردن در دو تا حالت برای قفل و بازوبسته کردنش. بعد سیستم خنک کننده که برای اینکه حتی سیستم گرم کننده خنک کننده صندلی ها هستش اینجا. بعد
خب اینجا میریم با هم یه سری فیوچر امکانات امنیتی ماشین ببینیم که در زمان حالا تصادف. اینجا که میبینیم که زمان ماشین عقبی که فاصلش نزدیک میشه به ماشین شما، حالا از طریق چراغای اخطار اعلام خطری میکنه و همینطوری با چیپ کردن کمربند راننده یه اخطاری رو به راننده اعلام میکنه. اینجا هم یه سیستمی داره که زمانی که شما ماشین شما ساکن هست و یه ماشین از عقب نزدیک میشه و احتمال تصادف داره، قدرت ترمزا رو کمتر میکنه که مقدار فشار ضربه‌ای که از پشت به شما وارد میشه از این طریق کمتر میشه و خونسا میشه و آسیب کمتری ماشین. خب تاریخچه مرسدس اسکلاس خب خیلی تاریخچه قدیمی داره، ولی از سال 2000 خیلی روی این مدل کار کردن که بتونن امکانات و تکنولوژی های زیادی رو واردش کنن، از جمله این که به حال یه سیستم های عایقه که به حال سر صدای بیرون داخل نیاد، سیستم هایی که حالا اینجا یه سری موارد میتونیم با همین درایوینگ تکنولوژیش تغییر کرده و بحث لاکچری بودنش هستش و امکانات عقب که برای نشستن راحت مثلا افرادی که حالا بیزینسمن هستن یه سری تکنولوژی هایی خب وارد شده بهش، مثلا از جمله این که فینگرپرینت شما میتونید رانندهی که زمانی که میشینه میتونید شما سایز قدرتون بدین بر اساس اون صندلی و تمام امکانات ماشین رو تنظیم میکنه و این توی حافظه ماشین میمونه و شما با هر بار که فینگرپرینت انجام میدین تمام مشخصات ماشین تغییر میکنه. یکی از امکاناتی که داره این که میتونه قسمت رنگبندی داخل ماشین کاملا بر اساس سلیقه‌شون که حدود 62 تا رنگ مختلف هست که میتونی از اون استفاده کنین. توی مدل سعی شده دکمه ها حذف شدن، حالا میبینید یه تاچ اسکرین خیلی بزرگ توی مرکزش هستش و این کار خیلی راحت تر میکنه، همطوری تاچ اسکرین هایی که روی فرمون هستش که استفاده شده و سعی کردن یک مقدار از حالت مقدمی بیاد بروستر، ولی خب دسترسی خیلی راحت تر باشه و یه سری تکنولوژی های جدیدی رو حتی توی قسمت های کنترلی ماشین و حتی بخصوص قسمت هایی که توی نوی هستش که حالا شما میتونید پنل هستش که مثلا 3D استفاده میشه و حتی یه بخش خیلی جالب دیگه هم داره که روی شیشه جلو شما مثل حالت پروژکتور دارین که میتونه با سرعت یه سری امکانات رو توی شیشه جلو به شما نشون بده که دیگه نیاز نباشه شما به مانیتور کنسول وسط نگاه کنید و این قسمت هم که حالا به طور مثال داریم میبینیم این سری اطلاعات رو روی قسمت شیشه جلو زده و حتی یه سری پروژکتور میتونه بکنه مثلا مسیری که باید شما دور بزنید و میتونید اینجا ببینید خیلی راحت میتونید مسیر رو پیدا کنید و دیگه نیازی نیست به پنل وسط و کنسول وسط دقت کنیم. و یه مورد دیگه برای این خودرو هست، این طولش حدوداً 5 متره و برای همین با گردش چرخیدن خب خیلی سخت مسائلی هست که خیلی سخت میشه و توی این خودرو چرخهای عقب حدود 10 درجه قابلیت چرخش دارن و این باعث میشه که شعاع گردش خودرو نزدیک به 2 متر بشه که خیلی فوق العاده است. حتی اینجا زمانی که از پارک میخواد خارج بشه چه میخواد بره توی پارک و اینو خیلی عملو خیلی سریعتر انجام میشه و بحث دیزاین داخلش هست که فوق العاده ترکیب خاص مدرنیزه و سیستم کلاسیک قدیمش هستش که همونطور که گفتم رنگ‌بندی‌های متفاوت هستش. اینجا یه تکنولوژی خیلی جالبی استفاده شده، شما زمانی که مسافت طولانی رانندگی می‌کنید برای هر چند دقیقه یک مقدار صندلی رو براتون جابجا می‌کنه که علاوه فیزیکی مثلا دچار مشکل نشین تو زمان، بعد اینم سیستم ماساژش هستش که تمام 4 تا صندلی‌ها این مورد رو دارن و همونطور که می‌بینید دوباره سیستم لایتینگ داخلش هستش که با رنگ‌بندی‌های فوق‌العاده مختلف و اینجا یه سیستم وارنینگش هست که زمان اخطار میتونه رنگ‌های داخل ماشین تغییر کنه، مثلا اینجا یک ماشین دیگه داشت میومد و سیستم صوتی فوق‌العاده قوی داره که به اصطلاح 4D هست 4D هستش، یعنی حتی از 3D هم بالاتر هست،
توی صندلی ها هم حتی یک سری اسپیکرها قرار گرفته که بتونه بهترین و کیفیت حالت است. شما میتونید الان موقعیت قرارگیری اسپیکرها رو قسمت هایلایتش ببینید. و در مورد این قسمت هم که قسمت اول صحبت کردم که واقعا تکنولوژی فوق‌العاده توی چراغاش استفاده شده که من خودم یک سال پیش بود که پروژه رو شروع کرده بودیم و دیده بودم برای اولین بار این مدل رو، واقعا خیلی هیجان انگیز بود. یعنی واقعا خیلی نزدیک 1.5 پیکسل داخل این LED‌هاش اینا استفاده شده داخل سیستم چراغش که حالا می‌بینی حالت پروژکتورش رو. و یکی از اولین خودروهایی هستش که صندلی عقبش ایربگ داره که به حال برای امنیت سرنشینان عقب خیلی موضوع مهم هستش. و یک سری تکنولوژی هایی هستش که شما زمانی که ماشین پارک میکنین و میرین و زمانی که مثلا یک نفر دیگه میاد رو ماشین شما آسیب میرسه یا تصادفی میشه، این شروع میکنه به رکورد کردن ویدیویی که مثلا یه نفر اومد رو ماشین شما زد و از این ویدیو میتونین شما استفاده کنین بعدا برای گرفتن خسارت و موارد دیگه. و یک اپ مرسدس هست که شما میتونین تمام اطلاعات ماشین، مثلا موقعیت ماشینتون رو ببینین کجا هستش و اگر سقف‌های بالا یا پنجره‌ها اگه باز هستن میتونین از طریق ریموت بدون اینکه خودتون حضور داشته باشین اینا رو ببندین و یه سری چیزای کنترلی میتونین از این طریق داشته باشین. و یه سیستم مهم که مثلا صبح میخواین مثلا توی یه شما یه تایمی بیدار بشین ولی قبلش زمانی که هوا سرد باشه شما میتونین یه درجه حرارتی برای ماشین تعریف کنید مثلا قبل